شب و روزتون بخیر. هر جای دنیا که هستید و ما رو با هر وسیله‌ای که تماشا می‌کنید، با یک ویدیوی دیگر از هویج با شما هستیم. ساعت 3 بعد از ظهر است. تمرکز خود در کار را از دست داده اید. لب پنجره می‌روید تا با نگاه کردن به بیرون از اتاق تا حدی ذهنتان باز شده و خستگی از شانه‌هایتان برداشته شود. اما نتیجه این کار چیزی جز سردرد نیست. شاید تصور کنید که این یک مشکل سطحی است، اما تحقیقات علمی اخیر ثابت کرده است که چشم‌اندازهای شهری موجب بروز سردرد می‌شوند. در ادامه این مطلب با هویج همراه باشیم تا بدانیم آیا نگاه کردن به ساختمان‌های بلند عوارضی به دنبال دارد؟ نگاه کردن به آنها سخت است. در طبیعت به عنوان یک قانون عمومی، مؤلفه‌هایی با تناوب‌های فضایی کم یا نوارهای بلند کنتراست بالایی دارند و مؤلفه‌هایی که تکرار زیادی دارند مثل نوارهای کوتاه از کنتراست کمتری برخوردار هستند. رابطه این تناوب فضایی و کنتراست را می‌توان قانون طبیعت نامید. چشم‌اندازهای طبیعی نوارهایی دارند که اثر یکدیگر را از بین می‌برند و بنابراین وقتی در کنار هم قرار می‌گیرند هیچ خطی در تصویر دیده نمی‌شود. اما این مسئله در مورد مناظر شهری مصداق ندارد. نماهای شهری دارای خطوط منظم، نقش‌های تکرار شونده و نوارهای موازی هستند که به خاطر طراحی پنجره‌ها، راهپله‌ها، جاده‌ها، ریل‌های آهن و غیره است. چنین نظم و تناوبی را به ندرت می‌توان در طبیعت پیدا کرد. از اونجا که طرح‌های متناوب و تکراری در فضای شهری قانون طبیعت را زیر پا می‌گذارد، مغز انسان قادر نیست به طور کامل این همه نقش را یک جا درک کند. نقش‌ها و الگوهایی همانند پادری‌ها، قالی‌ها، راهپله‌ها، پنجره‌ها همگی باعث ایجاد سردرد و حتی بعضاً حمله سر در افراد می‌شوند. محققان این نتیجه را به واسطه اندازه‌گیری میزان کارایی مغز در پردازش چشم‌اندازهای طبیعی و شهری به دست آوردند. مدل‌های کامپیوتری مختلفی توسط کارشناسان برجسته از چندین دانشگاه تهیه شدند. هر دو مدل نشان داد وقتی مغز به پردازش تصاویری که قانون طبیعت را زیر پا گذاشته‌اند می‌پردازد، فعالیت سلول‌های عصبی افزایش می‌یابد و ضعیف‌تر پردازش می‌کند و عملکردش با مشکل مواجه می‌شود. فرقی هم ندارد این تصاویر به ساختمان‌های بلند مربوط باشند یا آثار هنری. استفاده از لذت اودو. روش دیگر برای اندازه‌گیری میزان عملکرد مغز در پردازش تصاویر به اندازه‌گیری میزان اکسیژن مصرف شده توسط بخش بصری مغز مربوط می‌شود که در پس سر واقع شده است. هنگامی که مغز از اکسیژن استفاده می‌کند، رنگ آن تغییر می‌یابد. دانشمندان می‌توانند این تغییرات را با تاباندن نور انفرارد به جمجمه اندازه‌گیری کنند. به طور کلی مشخص شد وقتی افراد به تصاویر ناراحت همچون مناظر شهری نگاه می‌کنند، مغزشان اکسیژن بیشتری مصرف می‌کند. از آنجا که سردرد می‌تواند در نتیجه کاهش میزان اکسیژن در مغز پدیدار شود، بنابراین می‌توان به راحتی گفت دلیل بروز سردرد در نگاه به ساختمان‌های بلند به همین خاطر است. جالب است افرادی که میگرن دارند اغلب هنگام حضور در چنین ساختمان‌ها و فضاهایی دچار سردردهای میگرنی می‌شوند. ممنون که تا انتهای این مطلب با هویج همراه بودید. نظراتتون با ما در میون بذارین و بگین چه مطالبی رو بیشتر دوست دارین. یادتون نره که این ویدیو رو لایک کنید و با دیگران به اشتراک بگذارین. هویج هواتون داره.